مشهور خبرها، مسئولان شرکت برق رسانی کشور به ارزش 34 میلیون دلار آمریکایی جهت انتقال 500 کیلوولت برق با شرکت افغان انوست قرارداد نمودند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در جریان امضای این قراردادها گفته این پروژه ها نه تنها صنعت کشور را بهبود می‌بخشد، بلکه میلیون ها افغانی سود را در اختیار شرکت برق افغانستان نیز قرار خواهد داد. ملا عبدالغنی برادر آخون، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در مراسم امضای موافقتنامه سرمایه گذاری جهت تکمیل امور باقیمانده پروژه های لین انتقال برق 500 کیلوولت شبرغان دشت الوان و توسعه سب استیشن دشت الوان گفت صنعت نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد. برادر هین امضای موافقتنامه این پروژه از تاجران و سرمایه‌گذاران کشور خواست که برای تکمیل نمودن کار پروژه هایشان تلاش کرده و به وعده هایشان جامع عمل بپوشند. پریشنا دغه پروژه چې له کورني شرکت افغان انویسټ سره یې قرارداد شوی دی، نه یوازې دا چې د هیواد صنعت او کورني ژوند ته به یې ګټه رسیږي، بلکې له نورې وارداتي بریښنا سره د قیمت د تفاوت له امله به په کلني ډول هیواد ته لسګونه میلیونه ډالر بچت کړي. له قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه ده چې پروژې ته جدي پاملرنه وکړي. همچنان مسئولان ریاست برشنا هزینه مجموعی این پروژه را 36 میلیون دلار گفته افزودند. بر اساس موافقتنامه شرکت قراردادی به منظور تکمیل نمودن 23.7% کار باقیمانده این پروژه، کار تمدید تمامی لین 305 کیلومتر را تکمیل نموده که قبل از این کار این پروژه 76.3% تکمیل شده بود. دا پروژه په پنګوال لوري په دو کلونو کې بشپړیږي چې ټولټال قیمت د دواړو پروژو 6.9 میلیون امریکایي ډالر دی. د افغانستان برښنا شرکت مسؤلیت د نظارت له تطبیقه د دې پروژې به په غاړه لري. از سوی هم مسئولان شرکت افغان انویست در جریان امضای این قراردادها گفتند که رکن اساسی صنعت تولید و کشاورزی برق می باشد. به گفته آنان تکمیل شدن این پروژه زمینه فراهم شدن کار، ساخت ظرفیت های داخلی و اقدام برای تولید برق داخلی خواهد شد. یعنی دغه پروژه ارزښت مشرانو ته ټول معلوم دی چې هم د افغانستان خلکو ته د کارموندنې په بخش کې، د داخلي ظرفیتونو د جوړولو په بخش کې. موږ افغان صنعتکاران به دې ته خلاص شو چې خپلې فابریکې و کې دوام سټیپ واخلو چې داخلي برق په خپله جوړ کړو. گفتنی است که پروژه های متذکره طی 2 سال از سوی شرکت قراردادی تکمیل خواهد شد که هزینه مجموعی آن 36 میلیون و 198 هزار و 760 دلار آمریکایی برآورد شده است. به گفته مسئولان با تکمیل شدن این دو پروژه روند انتقال برق از کشور ترکمنستان به افغانستان به صورت مطمئن و ارزان فراهم خواهد شد که همزمان با این میزان ضرورت برق در کشور تا حد زیادی برطرف خواهد شد. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.